ما آخرین مطلبی که گفتیم توی در واقع اوپی بحث تریت ها بود، تریت ها رو تمام کردیم اگه اشتباه نکنم. خب بریم سراغ مبحث، یکی دوتا مبحث دیگه از شیعه‌گرایی مونده، اینها رو هم بررسی کنیم و شیعه‌گرایی رو تمامش کنیم و در واقع دورتون دوره میشه که تمام شده است. دیگه بریم رو موارد اضافی، حالا مثل پیدیو، بحث حالا یه مقدار امنیت تو پیدیو، یه کراد ساختن حالا توی در واقع شیعه‌گرایی و با پیدیو پیادش کردن و اینا رو امروز انجام بدیم. حالا جلسه بعدی در واقع جلسه بعد، حالا اگه بخوام پینت شد در نظر بگیم میشه جلسه هشتم، شما جلسه بعدی که میشه نه و ده و یازده میشه پیاده سازی در واقع وبسایت خواهد بود، ولی خب به صورت شیعه‌گرایی و استفاده از پیدیو بحث امنیتی نشونام توش رعایت بکنیم تو پیدیو. و جلسه دوازدهمتون میشه در واقع API که میخوایم بحث API رو توش کاور کنیم. حالا ببینیم تا چقدر میتونیم API رو به اندازه اونایی که توی مشتری فنی هستش نخواهد بود، خیلی بیشتر خواهد بود، سعی میکنیم تا اونجایی که بشه موارد خیلی زیادی رو توش بررسی بکنیم. حالا ببینیم چقدر میتونیم پیاده سازی بکنیم بحث های پستمن و استفاده کردن از نرم افزار پستمن و سیکراد و حالا چیزایی که هستش رو پیاده سازی بکنیم. خب این در واقع آینده مونه توی 4 جلسه آینده، ولی خب این جلسه بحث های اضافی که داریم. خب ببینیم نیم اسپیس ها چیه؟ نیم اسپیس ها مونده بود توی شیعه‌گرایی. خب نیم اسپیس یا فضای نام، نگاه کنید نیم اسپیس یا فضای نام خیلی استفاده میشن توی همه فریم ورک ها. اگر من اوپن رو بزنم و خب من فریم ورکی که استفاده میکنم یا جنگو هستش یا لاراول، ولی خب حالا ما مثلا لاراول رو بیایم که شما مثلا نیم اسپیسش رو ببینید به چه شکل خواهد بود و به طور مثال فرض کنید من ایشون رو باز میکنم یه نیو ویندو میکنم. اگه دقت بکنیم مثلا تو این کنترل یه نیم اسپیسی داره به نام، یه فضای نامی داره به نام اپ HTTP controllers. خب این نیم اسپیس چیه؟ نگاه کنید این پست کنترلر که مثلا شما اینجا دارید میبینید، حالا یه کنترلر هست، یه دونه فایل PHP هست، اون کنترلر اینش برای نداشته باشه، یه اصطلاحا فضای نام داره و من این رو هر جا بخوام ازش استفاده بکنم میاد قبل از این که بتونم از این بیام استفاده بکنم میاد فضای نامش رو قرار میده. این چی میمونه؟ این میمونه که شما یه لیبل مخصوص به خودتون دارید، یه اسم فامیل مخصوص رو به خودتون دارید و از روی اسم فامیل و کد ملیتون میتونن به شما دسترسی پیدا بکنن. فرض کنید اسمت این فامیلت این کد ملیت و از طریق این میتونن شما کنن به کلاس شما دسترسی پیدا بکنن. الان نگاه کنید به طور مثال من میخوام از این پست کنترلر که بیام استفاده بکنم، این فضای نامش هم فراخونی میشه، فرقی نمیکنه هر جا ببخشید بچه‌ها من گوشی زنگ. خب ببینید پس میام اینجا صدا میزنم، حالا هر چی، حالا فرض کن مثلا به طور مثال من میخوام پروداکت کنترلر رو صدا بزنم، حالا اینه چی هستش اصلا مهم نیست، من بخوام بیام ازش استفاده بکنم توی پروژه. حالا فرض کن اینا هم یه کلاس دیگه، یه کلاس هستش که شما دارید میبینید اینجا از کلاس و واسه اکستند و اینا همه هستش دوش. فرض کن مثلا من یه چیزی رو اینجا براش قرار میدم و میخوام ازش استفاده بکنم، کافی هستش که بنویسم مثلا اسمش رو صدا بزنم. خب نگاه کن اسمش رو بخوای صدا بزنی نیم اسپیسش میاد جلوش قرار میگیره. نیم اسپیس پس چیه؟ حالا چیزی که وجود داره میخوام بهش برسیم و در موردش بخوام صحبت بکنیم. در واقع نیم اسپیس یه آدرسه، آدرسی هستش که به شما کمک میکنه که اگر یه کلاسی رو دارید بتونید اون کلاس رو فراخونی بکنید. از همه مهمتر، حالا من اینو ببندمش، اگر احیانا کلاس های تکراری داشته باشید، ببینید ممکن است شما تو پروژه هاتون بالاخره لایبرری دیگه، آدم لایبرری اضافه میکنه، مثلا یک کلاسی داشته باشید مثلا به نام ایمپلیمنت. خب این ایمپلیمنت ممکنه تو این کلاس اکسل باشه، تو کلاس PDF باشه، تو کلاس
مثلا تاریخ شمسی باشه، همه اینا ممکنه هم مثلا من اومده باشم دیده باشم که این کلاسی که دارم ازش استفاده میکنم، به طور مثال این کلاسی که داریم پیاده میکنیم به طور مثال چجوری باشه. مثلا تو یه فایل من کلاس دارم به نام تست، یه کلاسی داریم به نام تست، یه فایلی حالا فرض کن به نام تست، یه کلاسی هم داخلش هست به نام مثلا تی، فرض کن یه دونه فایل دیگه داری مثلا به نام چه میدونم اکبر، یه همچی چیزی، یه فایل دیگه داری به نام اکبر، ولی این اکبر دوباره یه کلاسی داره به نام تی. یعنی دقیقا تو این فایل هایی که شما داری کلاس ها مشترکن، هم نامن. خب طبیعتا اگه بخوای اینا رو استفاده کنی تو پروژهتون، چون کلاس ها هم نام هستن، چه اتفاقی میفته؟ برمیگردم یا این داپلیکیت داره، آلردی داره. یعنی چی؟ یعنی که اون کلاس هایی که شما میخوای تو این فایل ها هستش استفاده بکنید، اینا هم نامن. اگه بیاین اینجا بخونید، خودش هم باز داره میگه، میگه نیم اسپیس دو تا فایده دارم برای کارهای ما، میتونه مشکلات ما رو حل بکنن. یکی که اجازه بهت میده که بیاید سازماندهی بکنین کلاسات رو اگر در واقع به صورت گروهی هستن، و کلاساتون در واقع اگه به صورت گروهی هستن میتونید راحت سازماندهی بکنن، به شما اجازه میده که اگر هم نام باشن کلاساتون بتونید ازش رو استفاده بکنید. یعنی دو تا مزیت خیلی بزرگی داره که این نیم اسپیس به شما کمک میکنن پیاده بکنه. خب نمونه نیم اسپیس ها رو شما دیدی توی لاراول، مثلا دیدی توی جنگو، فرق نمیکنه. اینا یه فضای نامی در واقع شما میاد اون کلاس رو میدید، یه مقداری رو میدید، هر جا بخوای استفاده بکنی از اون میاد فضای نامش قبلش قرار میگیره و شما میتونی کلاس مورد نظر تو استفاده بکنی. فرض کن من اینجا یه کلاسی دارم به نام، حالا فرض کن اصلا یه فایلی دارم به نام ایندکس، کلاس نیستش، و من بیام یه کامند پرامپت باز بکنم و یه سی دی دسکتاپ بکنیم و یه سی دی پی اچ پی، اسم پروژمون هستش ام اف تی پروجکت، و یه پی اچ پی داش اس لوکال هاست مثلا 2000 من بذارم این بره روی اجرا شده. خب و یه همچین چیزی رو اینجا ما ببینیم. فرض کنم من اینجا یه اکو میکنم مقدار اچوان و مقدار الاور رو قرار میدم، فقط میخوام تست بگیرم که اوکی هستش، مشکل نیست. فرض کن من اینجا یه فولدری دارم به نام هیومن و داخل این هیومن یه دونه مثلا یه فایل دیگه دارم به نام هیومن و یه کلاس هم دارم به نام هیومن. خب و یه پابلیک فانکشن تست هم اینجا دارم و اکو میکنم به طور مثالی توی H1 مثلا this is class مثلا human، این کلاس مربوط به humanه. یه کپی میکنیم و اینجا یه فایل دیگه من میسازم، کلیک راست میکنم مثلا مینویسم person و توی این person مثلا مینویسم person.php، یه فایل برام بسازه از این نوع. ولی خب میام و دوباره همین کلاس رو ما اینجا قرار میدیم از نوع هیومن و اسم تست و به ایش رو فرض کنیم این کلاس پرسن یه کلاسی هیومن هم داخلش داره. اولا اینجا نگهداری برمیگردیم، میگه که other declaration در واقع کلاس، میگه یه دونه اومده تعریف شده یه کلاس دیگه توی یه فایلی به نام human.php. اصلا کاری ندارم، ممکنه میگم پروژه من انقدر بزرگ باشه، من اومده باشم از پکیج های مختلف توی پروژه هم استفاده کرده باشم و این پکیج ها امکان داره دیگه بیاد و اسمای یکی داشته باشه، اصلا چه میدونم یه اسم داشته باشه به نام payment، 10 تا پکیج وجود داره به نام payment، کلاس payment داخلش هستش. خب کلاس مثلا کیف پول ولت مثلا وجود داشته باشه. خب ممکنه در واقع داری استفاده میکنی به این صورت وجود داشته باشه. خب من میام اینا رو میخوام تو پروژه استفاده کنم، میام این کلود وانس و یه رفرش در واقع یه کنترل اسپیس human.php رو قرار میدم و این کلود وانس مقدار مقدار پرسن و person.php. خب جفتشون کلاس هیومن دارن دیگه، یه چیزی که مشخص هستش این کلاس هیومن داره، این هم کلاس هیومن داره، کار ندارم اسم فایلاشو فرق.
یا هم اینجا برمیگردم فرض کنیم میگم تی ای و نیو هیومن و برمیگردم میگم که خب جفت شدم اکو داشت داخلش میگم تی ای فرض کن کلاس تست. خب بیا بریم اینجا اجرا بگیریم ببینیم چه چیزی رو برمیگردونه به ما. خب رفرش که بکنیم میگه کن دیکلیر کلاس هیومن، میگه شما اومدی کلاس در واقع هیومن رو تعریف نکردی، میگه به خاطر اینکه وجود داره در واقع اومده یه خطایی داره به فاتال ارور میده. منظورش چیه؟ میگه آقا اینجا شما توی هم هیومن هم توی در واقع پرسن یه کلاسی دارید که هم نامن، برای هم نام بودنه اینجا هم اگه نگه داره میگه مالتیپل شده کردی، شما اومده کلاس هیومن رو چند بار تعریف کردی. خب من میخوام تعریف بکنم، اصلا هم نمیخوام با هم دیگه اصطلاح داپلیکیت بدن یا بیان با هم دیگه اوورایت بدن، اصلا نمیخوام این اتفاقات بیفته. باید چیکار بکنید؟ شما تنها رایی که دارید این هستش که به فضای نام نیم اسپیس تعریف بکنید. بیایید برای هر کدوم از اینها یه فضای نام تعریف بکنید شبیه به لاراولی که دارید میبینید. خب آخرین مطلبی که شما برای یه فریم ورک باید بدونید که چجوری میتونه فایل هاتون جدا باشن از هم دیگه و هیچ وقت مشکلی بینشون پیش نیاد این هستش که باید بدونید از چی استفاده بکنید از فضای نام. خب میام داخل این هیومنم و یه اسم تعریف می‌کنم، می‌نویسم نیم اسپیس، به طور مثال می‌نویسم هیومن و بک اسلش اسمش رو می‌ذارم هیومن. دوست دارم یعنی اومدم یه همچین اسم رو تعریف کنم. چرا؟ خب قانونش رو بگیم راحت‌تره، چون تو در واقع ما فولدر هیومن هستیم و اسم کلاس اونم هیومن هستش، اومدم اینجوری تعریفش کردم. حالا اگه میرفتیم لاراول هم باز میکردیم من همین شکل مثلا نوشته شده بود، نوشته شده مثلا تو لاراول نیم اسپیس اپ، بعد اومده بود نوشته شده مثلا HTTP، بعد اومده بود نوشته شده مثلا کنترولر اگه اشتباه نکنم، فکر کنم این بود مثلا همچه چیزی نوشته اگه اشتباه نکنم. این چیه؟ هیچی. اومده و گفته آقا تو فولدر اپه، بعد رفته تو فولدر HTTP، بعد رفته تو کنترلر و یه همچین چیزی داره، همچین در واقع مقدار رو داره. خب من اومدم اینجا دوست داشتم اینجوری تعریف کردم، گفتم توی فولدر هیومن یه فایلی هم هستش به نام هیومن و من اومدم نیم اسپیس این human.php رو این تعریف کردم. حالا شما هر چیزی که دوست داری بذار اصلا تست اون دیگه دست خودت هستش، هر جوری که خودت دوست داری. میای اینجا میری توی پرسن، برای ایشون هم یه نیم اسپیس یه فضای نام مخصوص به خودش تعریف می‌کنه. برمیگردی میگی که پرسن و مقدار مثلا هیومن. بریم ببینیم کار میکنه یا نه، مشکل حل میشه یا خیر. خب طبیعتاً اینجا که درسته، بیایم اینجا و من یه کنترل اسپیس بزنم. ببینید اینجا الان جلوی هیومن نوشته شده هیومن هیومن، این پرسن هیومن. پس که من میزنم هیومن هیومن هیومن. خب اینم در واقع اسم کلاس من هستش و این دوتا هم چیه؟ در واقع فضای نام من هستش. برم ببینم کار میکنه یا خیر. خب میبینید راحت اومد برای من کار کرد و مشکلی هم نداره. اگر اون یکی رو میخوام استفاده بکنم به طور مثال، بیام میگم پرسن مثلا هیومن، اسم کلاسم هیومن و برم ببینم که ایشون کار خواهد کرد یا نه. فکر کنم اون نوشته هیومن. آره این هیومن بذاریم، مثلا بذاریم پرسن و بزنیم و ببینید که به این شکل اومد اجرا کرد. پس من با فضای نا اولا میتونم کلاس هام رو که میام تعریف میکنم بیام سپریت کنم از هم دیگه. به چه دردی میخوره؟ برای پروژه های خیلی بزرگ. و اگه شما پروژه های خیلی بزرگ رو بخواید پیاده بکنید، احتمال اینکه پکیج های مختلف بیاید توی پروژهتون قرار بدید زیاده. برای اینکه بتونید پکیج ها رو مدیریت بکنه، خب طبیعتاً باید بیاید از نیم اسپیس یا فضای نام استفاده بکنه که بتونید اینها رو از هم دیگه سپریتشون بکنی و از هم دیگه جداشون بکنی. اینجوری نیستش که بیام بگم خب من نمیام، امکان نداره کلاسام یکی بشه. نه به هر حال شما ممکنه پکیج های مختلف رو استفاده بکنید، توی پروژه ممکنه 10 تا پکیج بی استفاده بکنید. 100% این پکیج ها میتونن چی داشته باشن؟ با هم دیگه تداخل پیدا بکنن، یعنی کلاس هایی باشن هم نام بشن. به هر حال آدم میاد تعریف کنه و حواسش نیست و اینکه شما میخواید بیاید ازش استفاده کنید، یک سره داره این مالتیپل رو بهت میده. خب مالتیپل رو که میده تنها راه فرارت این هستش که بیاید براش نیم اسپیس تعریف بکنید. خب طبیعتا توی پروژم من اگر نیم اسپیس تعریف بکنم به نفعمه و بهتر هستش و به روز دارم کار میکنم و کاملا دارم بحثای امنیتیم رو و کارم رو دارم درست انجام میدم. خب
این هم بحث نیم اسپیس ها بود و خیلی مهمه تو پروژه ها. بعدا هم خواهید دید ایشالا میرین لاراول کار میکنید یا حالا دوره هایی که میتونه وجود داشته باشه توی لاراول یا تو جنگو فرقی نداره، این همشون نیم اسپیس خواهند داشت و نیم اسپیس هستش که میتونه کلاس ها رو از هم دیگه جدا بکنه و شما میتونید جای مختلف اینها رو صدا بزنید. خب من